یه سوال جالب از مبحث چگالی. میگه حجم فلز خالصی بعد از ذوب 10% زیاد میشه. یه قطعه مکعبی از این فلز داخلش یه حفره داره. میگه اگه اینو ذوبش کنیم حجم اون 8% زیاد میشه. حالا میگه حجم حفره خالی چند برابر حجم ظاهری اولی است. خب من اون قسمتی از مادم که واقعا از فلز تشکیل شده اسمشو میذارم وی واقعی. خب این فلز که واقعا ماده تشکیل دهنده اون مکعب بوده در هر شرایطی بعد از انبساط حجمش 10% زیاد میشه و وقتی حجم یک ماده 10% زیاد بشه حجم اون میشه 110% حجم اولیش. خب از طرف دیگه مقدار انبساط من 8% حجم ظاهری اولیه بوده، یعنی مقدار این ماده نهایی برابر بوده با 108% حجم ظاهری. پس حجم فلز 10% زیاد شده، یعنی شده 110% مقدار اولیه. حجم ذوب شده 108% حجم ظاهری اولیه است. حالا میتونم نسبت بین حجم واقعی و ظاهری رو به راحتی حساب بکنم. 100 رو از دو طرف ساده میکنیم، حجم واقعی برابر میشه با 108 110 حجم ظاهری که به سادگی نسبتشون به دست میاد 54-55. پس از اون ماده اولیه من از اون مکعبی که داره حفره تو خالی بوده 54-55ش از فلز واقعا تشکیل شده، باقی مانده اون یعنی 1/55ش شامل حفره بوده. پس در صورت سوال از من میخواد مشخص کنم حجم حفره چند برابر حجم ظاهریه. از کل کره 54-55ش واقعا فلزه، باقی مانده یعنی 1/55ش حفره بوده و پاسخ صحیح این تست گزینه شماره 4 هست.